سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای در واکنش به اعدام چهار نفر از شیعیان منطقه اشرقیه در عربستان اعلام کرد نظام عربستان سعودی از مجازات اعدام به عنوان یک سلاح سیاسی علیه مخالفان خود استفاده می کند. از سوی دیگر خانم لین معلوف مدیر دفتر منطقه اف بین الملل در بیروت نیز اعدام های شهروندان شیعه در عربستان را وحشیانه توصیف کرد و گفت این اعدام ها در راستای ظلم و ستم مستمر به شیعیان از سوی نظام آل سعود انجام می گیرد و آنها از مجازات اعدام به عنوان یک سلاح سیاسی برای مجازات معترضان و ترساندن آنان استفاده می کنند عفو بین الملل همچنین در آخرین گزارش خود بیش از سی و چهار مورد حکم اعدام علیه شیعیان عربستان را ثبت کرده که همگی با اتهام کذب اقدام علیه امنیت ملی محکوم به اعدام شده اند و این حکم ها نیز توسط دادگاه ویژه ضد تروریسم صادر شده است در حالی که تنها اتهام این افراد مخالفت با نظام دیکتاتوری حاکم بر عربستان سعودی است و یفزود به تازگی نیز چهار نفر از شهروندان شیعی عربستان که همگی در هنگام دستگیری زیر 18 سال سن داشتند به اعدام محکوم شدند و حکم آنان نیز اجرا شده است خانم معلوف ادامه داد حکومت عربستان سعودی هیچ رفتاری که نشان از ترس از بکارگیری مجازات اعدام باشد از خود نشان نمی دهد و بی محابا به اعدام مخالفان خود ادامه می دهد. مدیر دفتر منطقه یف بین الملل در پایان گفت همچنان مجازات اعدام به عنوان یک اقدام ناقض حقوق بشر و قوانین بین المللی توسط نظام عربستان سعودی مورد استفاده قرار می گیرد و این اعدام های ظالمانه با اتهام ها و انگیزه های سیاسی صورت می گیرد. لازم به ذکر است به تازگی سازمان های حقوق بشری نیز در بیانیه های مختلف نگرانی های خود را درباره اعدام قریب الوقوع 14 تن از فعالان مدنی عربستان از جمله یک جوان معلول اعلام کردند.